سلام بر همگی. دوباره مانند کلاس قبل می خواهم به شما آثار هنری هنرمندان را نشان دهم که خلاقانه منظره های را نقاشی کرده اند و نام، سال تولد و مرگ آنها که در کنار هر نقاشی نوشته شده است نگاه کنید. این یک نقاشی متعلق به داوید اکنای هست. این یکی از نقاشی های بسیار خوب او است که در آن آب را به شکل جالب نقاشی کرده است. آیا آن تخته زرد در حال قطع‌آور شدن در قسمت جلو نقاشی را می‌بینید؟ این تصویر پاشیدن آب در حالی که شخص درست همان لحظه از روی تخته پریده باشد را نشان می‌دهد. بسیار جالب است که او توانسته این چنین لحظه کوتاه از پاشیدن آب را نقاشی کند. این هم یکی از نقاشی‌های اکنای است. برخلاف قبلی بسیار پرزرق و برق به نظر می رسد به خاطر اینکه از رنگ‌های زیاد در آن استفاده شده است. اما اگر دقیق‌تر به آن نگاه کنیم چندان پرزرق و برق نیست. اشکال کاملا ساده هستند و خطوط که به قلم کشیده شده است تکرار شده است. صحنه هایی که پر از حس طبیعت هستند همیشه مرا سر حال و آرام می سازد. این یک نقاشی متعلق به گیرگوس سیورات است. این تصویر مردمی را که در یک بعد از ظهر آفتابی در حال استراحت در یک جزیره هستند می باشد. اما آیا تا حد متفاوت از مابقی آثار به نظر نمی رسد؟ اگر با دقت‌تر نگاه کنید می بینید که به شیوه نقاشی نقطه نقطه نقاشی شده است که بسیار دقیق است. شیوه نقطه نقطه تکنیکی است که در آن از لحظه شروع تا آخر فقط از نقطه های کوچک استفاده شده است. این یک نقاشی متعلق به هنری روسیو هست. در نگاه اول به نظر عجیب و غریب می آید چون در یک جای صحرا مانند، جایی که نور ماه تابیده است، زنی که خوابیده است یک ابزار را درست نگه داشته است و پشت سر او یک حیوان درنده قرار دارد. برخلاف این موقعیت خطرناک و هو بی خطر خوابیده است. شیبه یک صحنه از رویا به نظر می رسد. این یک نقاشی فریبنده و دلکش است که هم احساس عجیب و هم احساس آرام بخش می دهد. این نقاشی هم متعلق به هنری روسیو است. این نقاشی ارتشاعات کاملا متفاوت دارد. یک حیوان در حال دویدن در جنگل در زیر رعد و برق را نشان می دهد. او جنگل های بارانی مرموز بسیار مانند این را نقاشی کرده است. آب و هوای ابری همراه با رعد و برق و باران های سهمگین به طور واقعی را نقاشی کرده است. حالا چهره و حرکات حیوانات به نظر می رسد که این یک فضای سرد و سخت را به طور آشکارتر برجسته کرده است. این یک نقاشی متعلق به جریجیا اوکفای هست. برخلاف قطعه قبلی بر جزئیات بود. این یک منظره با شکل‌های بسیار ساده است. اما شکل‌های ساده بدین معنی نیست که این یک نقاشی بد است. زیرا حتی با وجود رنگ ها و اشکال ساده رنگامیزی گلی بسیار ملایم و منحصر به فرد است. درختان قرمز و گوها در رنگ های روشن بسیار خوب به نظر می رسند. آیا از تماشای این نقاشی ها لذت بردید؟ این بار من این نقاشی را با خودم آوردم زیرا میخواستم یک مزرعه آرام بخش گلها که شیبه قصه ها به نظر میرسد را با شما
نشان بدهم. چه احساس می داشتید اگر آرام بر روی یک صندلی که با گلها و نور خورشید احاطه شده است می نشستید؟ من می خواهم آن را تصور کنم و سپس نقاشی کنم. پس بیایید شروع کنیم. بسیار خوب، من از قبل طراحم را کشیدم، پس امین آلا با استفاده از مداد رنگی آنها را رنگ‌آمیزی خواهم کرد.
سپس مانند دفعه قبل گلها را با استفاده از مداد شمعی رنگ می کنم. من در قسمت جلو نقاشی گلها را بزرگ و هرچی عقبتر می رود آنها را کوچکتر خواهم کشید. برای گلها در قسمت عقبتر از مداد رنگی استفاده می کنم تا آنها را روشن و متحرک نشان دهم. برگ ها بین گلبرگ ها و هان تپه ها در دو دست ها را با استفاده از مداد شمعی و مداد رنگی رنگ‌آمیزی می کنم. سایه ها را کمی تیره تر رنگ می کنم و قسمت های را که خورشید تابیده هست با رنگ های اکلیکی رنگ می کنم تا تضاد بین سایه و نور را به طور مؤثرتر نشان دهد. بسیار خوب، این خلاص شد. تا اینجا ما با اثر هنری که موضوعات متنوعی داشتند و در قالب نقاشی در آمده بودن نگاهی داشتیم. امیدوارم شما هم زمانی که آزادانه
نقاشی هایتان را درباره موضوعات مختلف می کشید، سرگرم شوید. پس دفعه بعد با فعالیت های بهتر می بینمتان. متشکرم.